متشکرم. درخشان چون خورشید، سلامت همچون طبیعت، عصاره گل آفتاب. لذت سلامتی با روغن ورامین. از خلاقیت در طراحی تا تنوع در تولید، از نوآوری در ایده تا زیبایی محصول، از فناوری پیشرو تا اطمینان در مصرف، امرسان، زیبا، پیشرو، مطمئن. خودشه چکل زک شوت میکنه، حرکات رو نگاه کن، محشر چکل شوت میکنه. چکل گل گل توی دروازه، خوشمزه این چکل. اسنک چکل بدون چکل هرگز، چکل ز توپی. به خانه گرما میبخشم، به زیبایی بچه آسان، به آب گرما میبخشم هر قدر که بخوای. پکیج دیواری ایران رادیاتور دارای علامت استاندارد، به ما دلگرم باشی. طبیعت طبیعت این برنج خوبه، طبیعت مثل نوبهاره، چه هم شد فردیاره. چلو کباب یا چلو خورش، با برنج ما میشه چون برشتادی رو میاره. برنج طبیعت، برنج طبیعت، میهمان طبیعت باشیم. مؤسسه آموزش عالی آزاد ماهان در جهت توسعه عدالت آموزشی در سراسر کشور نماینده فعال میپذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت ماهان مراجعه کنید. کافی است ماهانی شوید. غذاتون آوردم. آقا چرا انقدر دیر آوردی؟ آقا هم سرد شد. شامپوی مولتی ویتای گل رنگ، غذایی کامل برای موهای شما. گل رنگ. ضد یخ کاسپیان یخ نمیزنه. کاسپیان، محصول فومانشیمی. ای بابا، هر چی میخونم انگار نه انگار. بابا یادم نمیمونه، خیلی سخته. اصلا من خود این رشته رو انتخاب کردم. رشتم رو عوض میکنم. آره. نمیخواد رشته تو عوض کنی. یه راه بهتر. ها. چای تو عوض کن. چای تو گذر کن. چخ گزل چای، گزل چای. وقتی با سرعت برق کارتو انجام میدی، وقت زیادی برات میمونه که میتونی اونو صرف کارهای مهمتری بکنی. میگم آخه چقدر باید منتظر موند تا یه قبض دیگه به دستمون برسه؟ ولی انگار یکیشون داره میاد با سرعت برق، در کمتر از یک چشم هم زدن، اونم از شش طریق مختلف: با تلفن بانک یا همراه بانک یا اینترنت بانک یا دستگاه خودپرداز یا پایانه فروش متصل به حساب بانک صادرات ایران و یا از طریق خدمت بانک پرداخت. و قبض شما قبل از اینکه به زمین برسه پرداخت شده. بانک صادرات ایران، در خدمت مردم. همچو جواهری در خانه تو، نوتریکا، نهایت درخشندگی. ایده های نو نوتریکا، شیرالات ساختمانی نوتریکا. خب خب خب، ما یه محصول غافلگیر کننده از میهن داریم. میخوام ازتون خواهش کنم یکم از این کره رو امتحان کنید و نظرتون رو راجع به طعم و مزه و بوش برامون بگین. این کره بو و مزهش بی‌نظیره. چه خوشمزه. ولی من میخوام با نیمرو امتحان کنم. کیفیتش با کره‌های معمولی خیلی فرق داره. من هیچ وقت کره به این خوشمزگی نچشیده بودم. خب خب خب، حالا وقتشه این کره رو با غذاهای مختلف امتحان کنیم. به به، چه بوی خوبی میده.
یه طعم برتر برای صبحونه و غذا. خب هرچی باشه این کره محصول جدید میهن، و وقتی میهن یه محصول جدید تولید میکنه معنیش اینه که طعمش حتما عالیه. راز یه روز شاد ساده است، کره میهن فوق العاده. کره میهن، طعمی خوش برای زندگی. خب وقتتون بخیر باشه بینندگان عزیز ارجمند. همراهان شبکه 3 نیمه اول تموم شد و متاسفانه اصلا بازی خوبی رو شاهد نبودیم. از ماهای نوازی شروع میکنیم. والا همونجوری که شما اشاره کردیم بازی زیاد جالبی نبود. بیشتر درگیری ها هر کی توپ میگرفت 3-4 نفره میومدن رو هم دیگه برای دریافت توپ، ولی متاسفانه هیچ تاکتیکی هیچ برنامه‌ای. بیشتر زیر توپ می‌زدن بازیکن ها. بله قطعا نسبت به اون شور و حالی که قبل از بازی بود، ولی بازی کسل کننده بود متاسفانه. چقدر کارشناسی درستی کرده. منو بیارید همیشه تو شبکه سه بازی های اروپایی هم منو بیارید، چون من گفتم به نظرم این بازی خیلی جذاب میشه. چطور واقعا بازی شد؟ به نظر اصلا راجع به اصل فنی الان حرف نزنیم خیلی بهتر. احسان عددی. من که حقیقتش بعدم نیومد، اولش فکر کردم فیلمو تون کردم. آها یه ذره ساعت بازی بالا بود، سراسیمه بودن. بازی ایران و استرالیا افتادم، ولی خوب میشه دیگه. خب یه خورده فکر می‌کنم استرس داشتن بازیکن‌ها، جوونن یه سری هاشون اولین بازی دار بیشونه و فهم میکنم نیمه دوم بهتر بشه ایشالله. و سامه درخشانی بیشتر شبیه بازی سپکتاکرا بود، همین که آره با پا میزنن از این تور باید رد کنن. بعدم خوب شد تموم شد، ولی همه پرسپولیسی با هم دیگه دعواشون میشد، خودشون داشتن هم دیگر رو میزدن تو زن. خب کلن تعویض خاصی فکر کنم سیاوش تو نظری داری؟ من که از اون موقع اینجا بایستادان جامو نگیرن. اوه کسی به جای شما میخوام من اینجا تو میگم نه درست کنم استرس داشتم بازی کنم یه خورده استرس داشتم و سطح بازی بالا بود. کجا داریم؟ توپ بالا بود همیشه. ما حتی میکنی تغییر خاصی در تاکتیک تیما صورت بگیره نیمه دوم؟ والا بذارم تعویض هر دو مربی معمولاً تو بازی قبلی یک نواخته، یعنی مشخص پیش بینی میشه که کیمیا تو کیمیا درسته، ولی ببخشید ولی فکر نمی‌کنم بخواد کسی بخواد تعویض کنه مربی، چون شرایط بازی یه نواخت بود، یعنی بازیکن ضعیف و قوی نداشتیم. واقعا مربی‌ها راضی ان صرف صرف بیان بیرون، یعنی بازی رو نوازن دربی، یعنی اینقدر فشردگی خاص خودشو داره، تنش رو استرس داره. دوست دارم ولی بعید میدونم که دوست داشته باشن که بازی برد داشته باشه. برد داشته باشه. حالا گفتم از موقعی که این قضیه جا افتاده که میگن نیمه دوم نیمه مربی‌هاست، انگار اصلا یه انرژی توی تیم هستش که همه بازیشون رو میذارن مثل نیمه دوم. و اتفاقا مربی هم راضی تره که نیمه دوم همه اتفاقای خوب بیفته، چون اونجوری بیشتر به نفع خودش ثبت میشه. نظرت چیه؟ اینو ضبط کنید که آخر بازی در موردش صحبت کنید. من فکر میکنم که همونجور که احسان عزیز گفت درست میگه، استرس دقیقاً توی چهره بازیکن‌ها مشخصه، حتی بازیکن‌های با تجربه‌مون، ولی خیلی به کار مربی تو این بازی سخته، چون مطمئنم که اونا راجع به یه سری مسائل تاکتیکی صحبت میکنن، از بازیکن‌ها وظایفی رو میخوان، اما این استرس حاکم بر بازی بازیکن‌ها رو با خودش تو بسیاری از دقایق بازی میبره. چون بازی خیلی مهمه که استرس زیاده، مربی به نمی میتونه راحت صحبت کنه، انتقال اطلاعات بده یا نه. به نظر من بیشترین چیزی که مربی‌ها تو این بازی‌ها باید انتقال بدن مسئله روحی روانی و آرام کردن بازیکن‌هاست. به خصوص بازی بسیار پربرخوردی بود. من فکر می‌کنم که الان مربی‌ها قطعاً بیشتر به فکر اینن که یه آرامشی، چون قطعاً اگر بازیکن‌ها به با اون آرامش برسن بعد میتونن تاکتیک مربی رو پیاده کنن. ولی چیزی که مسلمه اینه که بازی بار فنی زیادی نداشت، ولی این نمیشه بگیم که قطعاً مربی‌ها چیزی نگفتن. طبیعتاً بازیکن‌ها به خاطر اون استرسی که حاکم بر ورزشگاه و الان روحیه اونها هست نتونستن خوب اون تاکتیک‌ها رو ارائه بدن. منم امیدوارم که بازی نیمه دوم بازی بهتری بشه، چون من این پیش بینی رو به خاطر این کردم که به خصوص پرسپولیس نسبت به سال گذشته، استقلال خب تو سال گذشته موفق بوده، پرسپولیس نسبت به سال گذشته تیم هجومی تری داره و من توقع داشتم که بازی تهاجمی تری ببینیم، ولی من فکر میکنم که این استرس زره باعث شد که ما بار فنی زیادی تو این بازی نداریم. خیلی کوتاه ماهای نوازی پیش بینید از نیمه دوم؟ من امیدوارم همون که پژمان جون گفتن، فکر میکنم که آرامش اگه به هر تیمی برگرده قطعا بازی زیباتر میشه. امیدوارم که این اتفاق بیفته که بازیش بهتر شاید بشه. انشالله. خیلی متشکرم از همراهیتون. ما انشالله آخر بازی هم مفصل همراه شما خواهیم بود. بریم به ورزشگاه آزادی با مزه کی میزنیم.
وینتک، تولید کننده پروفیل های در پنجره یو پی وی سی، شما را به دیدن ادامه مسابقه دعوت می کند. وینتک، پنجره یک. خیلی متشکرم از محمد رضا احمدی عزیز. می‌پردازیم به گزارش نیمه دوم دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال. در نیمه دوم بازیکن استقلال رو پیرانه آبی رنگ در سمت چپ می‌بینید، البته آبی و سفید، و بازیکنان تیم پرسپولیس رو با پیرانه قرمز در سمت راست ملاحظه خواهید فرمود. امیدوارم که در نیمه دوم حداقل شاهد دیده شدن گل باشیم. امیدواریم بازی قشنگ باشه و به حال از این آرزوهای تکراری همیشگی ببینیم که به کجا خواهیم رسید. ۳۲۵ دقیقه است که در مسافه این دو تیم گلی به ثمر نرسیده. صادقیان اون طرف ناراحت به نظر میرسه. کمک داور دوم مسابقه های علی نژادیان در صحنه حضور داشت. درگیری آندو و صادقیان و ضربه آزادی که برای تیم پرسپولیس شکل میگیره. ضربه آزاد رو تا لحظات دیگه قرمز نشان پرسپولیس خواهند زد. درگیری در محوطه جریمه، پرتعداد هم بازیکن پرسپولیس، فقط سه تا بازیکنشون در محوطه جریمه نیستن به جز البته نیلسون. بعد زننده ضربه، یک ارسال بلند به روی دروازه و بازم برگشت توپ. آلیشاه، نوری، عالی کار میکنن. آلیشاه در منطقه جریمه، فرصت برای بازیکن پرسپولیس و باز هم واسه کاتبک آلیشاه جالب نبود و در اختیار رحمتی قرار میگیره. رحمتی بازی رو دوباره آغاز خواهد کرد. این مکانهایی که میبینید در طبقه اول ورزشگاه خالیه به خاطر اینه که فروش بلیت الکترونیکی هست. یک ارسال بلند، ظاهراً هم به صورت سنتی هم به صورت الکترونیکی بلیت های مسابقه به فروش رسیده. مسئولان سازمان لیگ هم تلاش میکنن که جا بندازن بالاخره این بلیت الکترونیکی رو که همه جای دنیا داره انجام میشه. تیموریان، بگزاده به پژمان نوری، دوباره بگزاده، توپ روی هواست، دیروز سرپا نتیجه در بر نداره برای بگزاده. محمد نوری، صادقیان میبره به راست، علی عسکری حرکتی رو شروع میکنه، فرصت برای خلعت‌بری. سید صالحی در محوطه جریمه، منتها دو تا بازیکن در مقابلش قرار دارن. یک کارنر برای پرسپولیس در آغاز نیمه دوم شکل میگیره. هواداران پرسپولیس اونجا سرسده زیادی رو ایجاد کردن. ببینیم که این ضربه کارنر برای اونها به کجا خواهد رسید. اینجاست که سید صالحی هرزی از کورنر رو میگیره از ایران استقلال. بازم سرزنها جلو هستن. سید جلو حسینی میتونه یکی از اهداف این توپ باشه، همینطور سید مهدی سید صالحی. توپ بلند به روی دروازه میاد، موقعیت برای بازیکن پرسپولیس. صادقیان در تخمین محل فرود توپ اشتباه میکنه. یه حرکت از سمت راست برای ایران استقلال در کورس نفر به نفر. اولادی درگیر میشه با میثم حسینی و ضربه آزاد برای ایران استقلال. اعتراض میثم حسینی به آقای کامرانی فر که همراه با آقای فقانی ذخیره خواهند بود در رقابت‌های جام جهانی به عنوان تیم داوری ذخیره. هرچقدر امید داشتیم در این جام جهانی صاحب یه داور و یه کمک داور باشیم نشد و در نهایت اونها داور ذخیره هستن تا احیانا اگر تیم داوری کنار گذاشته شد اونا جای اونها رو پر بکنن و بتونن در جام جهانی باشن. آی شیرینی، کریم باقری روی نیمکت، یکیشون با سابقه زیاد در داربی و یکی دیگه با سابقه کوتاه در مسابقات شهرآورد. حنیف آمرانزاده، آی شیرینی دیگه امروز حواسش کاملا جمعه که هیچ جوری نباید چرت بزنه، برای همینه که ایستاده و بازی رو اونجوری تماشا میکنه. بله ملاحظه میکنید. خسرو ایدری، آلیشاه درگیر با او، دو تا بازیکن شماره دو با هم مساف دادن و در نهایت پرتاب برای ایران پرسپولیس.
میثم حسینی پرتاب میکنه. آندرانی تیموریان درگیر با میثم حسینی و خطای بازی خطرناک. لحظه برخورد رو ملاحظه فرمودید و حالا ضربه آزاد رو بازیکنان استقلال خواهند زد. حنیف عمران‌زاده پشت توپ قرار گرفته، میخواد بلند بزنه به سمت زمین تیم پرسپولیس. اگر این بازی هم مساوی بشه، تعداد مساوی این هفته خیلی زیاد میشه نسبت به حالت معمولی. فرصت برای بازیکنان استقلال در محوطه جریمه. توپ بازی رو دور میکنن و حرکتی که حنیف عمران‌زاده کنار زمین انجام میده و ظاهراً چه این حرکت هایی در چه این داربی باید تماشاگر رو به وجد بیاره. آندو تیموریان بازم درگیری ها شدت پیدا میکنه، خیلی پرتداد دادن بازیکن دو تیم در گوشه زمین. سید صالحی نگه میداره توپ رو تا علی شاه از راه برسه، تکل محکم که حنیف میزنه و اعلام خطا. چهره امیر قلندر رو میبینید، تا به حال در داربی ها شکست نخورده و به حال به این موضوع افتخار میکنه. تا بعد یک کارت زرد به حنیف عمران‌زاده نشون میده. در تعداد کارت های زرد دو تیم برابر میشن. بله، حرکت حنیف رو ملاحظه فرمودید. با تاخیر زیاد بالاخره بازیکن پرسپولیس بازی رو شروع بکنند. چهره خاندان آدرین تیموریان که در این هفته ها شاید با ارزش ترین بازیکن استقلال باشه. پاس بلند به وسیله سید جلال حسینی به سمت راست زمین، هر جوری هست میرسه به توپ. اونجا علی عسکری سانترشان میخواد انجام بده. فریاد هند تماشاگرای پرسپولیس اون گوشه ورزشگاه. محمد نوری، علی عسکری مجدداً حرکتی رو انجام میده. توی رفت و برگشت بازیکن پرسپولیس توپ رو میگیرند. جلال حسینی بازم سمت راست رو انتخاب میکنه، جایی که علی عسکری هست. صادقیان فرار میکنه، عالی هم این کار رو انجام میده. پیام صادقیان میتونه ارسال بکنه و سانتی که دقیقاً کیفیتی به اندازه کیفیت این دیدار داره. رحمتی کارلوس کیروش هم در ورزشگاه نیست که این بازی رو نگاه بکنه، در آفریقای جنوبی. اما سیموئس و مارکو راگاجانیان در ورزشگاه هستن و بازی رو نگاه میکنن. این حرکتی که صادقیان انجام میده، از این حرکت از این بازی صحنه خاصی نداشته، همکاران مجبورن که این سانتر عجیب غریب صادقیان رو هم نشون بدن که قبلش تو خود پای تکیه گاهش. سید صالحی نبر بستر توپ در محوطه جریمه تیم استقلال و در نهایت توپی که به بیرون میره. استقلال بعد از 6 سال و 3 ماه دارن اولین داربیشون رو بدون پژمان منتظری تجربه میکنند. یعنی که استقلال 14 هفته است که شکست نخورده در لیگ برتر. رحمتی از شعارهای ضد اخلاقی هم که در ورزشگاه نباید غافل شد، همچنان این مسائل ادامه داره در ورزشگاه ما، خصوصا در این مسابقه شهرآورد. سید صالحی تیمش رو صاحب پرتاب میکنه. ظاهرا مهمانانی هم از سفارت برزیل اومدن این بازی رو ببینن. مسلما اونها فوتبالای خیلی بهتر از این رو دیدند. یه ارسال بلند از بنگر. حقیقی ساموئل آلیشا سه سالهی فرصت داره. چه ضربه ای بود. رحمتی
انقدر موقعیت کم نصیب بازیکنان میشه که از همون فواصل هم ترجیح میدن که زودتر شوت بزنن که توپ ازشون نگیرن. علی عسکری یارکه ترکیبی خوب از یاران پرسپولیس، صادقیان، امیر حسین صادقی روی توپ اثر میگذاره، پژمان نوری هم اضافه میشه و خطا به روی پژمان نوری. دقیقه 56 0-0 مساوی پرسپولیس و استقلال. در 11 بازی که علی نوری مربی استقلال بوده در داربی ها تیمش صاحب 3 برد و 8 مساوی شده. رحمتی جالبه که در بین بازیکن پرسپولیس بازیکنی نیست که در داربی گل زده باشه قبلا، اما در تیم استقلال چند بازیکن هستن که این کار رو قبلا صورت دادند، از جمله اولادی که برای پرسپولیس قبلا در داربی گل زده. آلیشا ضربه بلند از میثم حسینی که در بازی مقابل فولاد خوب کار نکرد، ضربه سر رو محمد نوری میزنه. نیلسون، علی عسکری در سمت راست زمین، پژمان نوری میره در مقابلش قرار میگیره، یک تویی که اونجا شک میگیره، علی عسکری خوب داره جلو میاد، سانت بری دروازه. در این دقایق پرسپولیسیا روان‌تر دارن کار میکنن، خصوصا از سمت راستشون، چون که صادقیان و علی عسکری حضور دارند. بازم بازیکنای سرزن پرسپولیس میان به محوطه جریمه. برتری نسبی در نیمه دوم از آن پرسپولیس بوده. ببینیم بالاخره توپی از خط دروازه میگذره یا نه. صادقیان پشت توپ قرار گرفته، میفرسته برای دروازه، فرصت و توپی که از کنار دروازه به بیرون میره. سه ساله اینجوری فیگور میگیره انگار که توپش از 2 میلیمتری تیر رد شده. حالا تصویر آیسته نشون میده که ضربه سرش از کجا رفت. یک بار دیگه هم از این زاویه ببینیم. بالاتر از مدافعان استقلال ضربه سرش رو به بیرون زد. رحمتی علی عسکری حسینی سید جلال حسینی بلند میفرسته به میانه میدان زیر پای خسرو حیدری که اون خسرو حیدری همیشگی نبوده، شاید حالا تدبیر امیر قلعه‌نویی بوده که او امروز در پست مدافع راست بازی بکنه، شاید هم در ادامه بازی ببینیم که مکان بازی او تغییر خواهد کرد. کنار زمین غلام نژاد داره آماده ورود به میدان میشه برای تیم استقلال. ببینیم کدام بازیکن رو بیرون میبره امیر قلعه‌نویی، آیا اکبرپور خواهد بود این بازیکن یا خیر؟ به هر حال اخطار داره اکبرپور. عالی شات در مسافه حنیف امامزاده، پرتاب برای تیم استقلال. حالا تعویض استقلال میتونه انجام بشه در این فاصله، این تکیه که حنیف زد و نظر داور اینه که به پای عالی شاه خورده و به بیرون رفته. تغییر در تیم استقلال انجام میشه و اولادی بیرون میره. بله اولادی از ترکیب استقلال بیرون میره، غلام نژاد جاش رو پر میکنه. حالا احتمالاً خسرو حیدری جلوتر خواهد رفت و میتونه بیشتر در کار حمله شرکت کنه. غلام نژاد میره مدافع راست میشه. ضربه از آندرانیک تیموریان. بنگر نیلسون. پرسپولیس امیدوار بودن در مسابقه از پولادی بتونن بعد مدت‌ها استفاده بکنن، او هم به فهرست 18 نفره پرسپولیسی ها برای این مسابقه راه پیدا نکرد. فرار خسرو حیدری و خطایی که میثم حسینی بریو انجام میده. مسئولان سازمان لیگ هم اعلام کردن که
شب گذشته پذیرای کامل از اون ادعای صورت گرفتی که اومده بودن در کنار ورزشگاه آزادی و منتظر بودن که داربی شروع بشه و اونجا بهشون جای داده شد. فرصت برای بازیکنان استقلال و دفع توپ از پرسپولیسیا. صادقی نگه میداره توپ رو. ساموئل بگزاده نتونست توپ رو کنترل بکنه و این توپ ببینه. بعد از چند حرکت خوب از ایران پرسپولیس در آغاز نیمه دوم انجام شد، دوباره بازی متعادل شده. ادامه بازی نظر داور این دیداره. توپ رو بازی از محمد نوری، ولی توپ رو هم میگیرن. تیموریان با زحمت توپ رو به خسرو حیدری میرسونه. غلام نژاد خسرو حیدری رو اونجا حقیقی متوقف میکنه. زاران حقیقی این بارم کارت زرد نخواهد گرفت. رضا حقیقی برای دومین باره که از گرفتن کارت زرد فرار میکنه. هنی پامران زاده، آندو تیموریان، غلام نژاد، بازیکن مورد علاقه علی دایی بود زمانی. خود غلام نژاد میاره پشت منطقه جریمه، فرصت برای اکبرپور، تکل محکم. حالا این ضربه که بازم به بالای دروازه میره. غلام نژاد در بد به ورودش این شوت رو میزنه. نیلسون باید بازی رو شروع بکنه. نیلسون رحمتی 10 بار در این فصل کلین‌شیت داشته، 15 گل خورده داشته. اون طرف نیلسون 22 بازی کرده، 10 تا گل خورده و 14 بازی گل نخورده. رکورد جالبی برای نیلسون و البته فقر گل فوتبال ما رو هم میرسونه این تعداد گل. زمانی که لیگ ما 18 تیمی بود بیشتر گل زده میشد. حسینی بنگر نوری علی عسکری بازیکن موثری بود در نیمه دوم برای پرسپولیس. پرتاب تو برای یاران استقلال انجام خواهد شد. هواداران تیم استقلال یه پرچم 50 متری رو هم به ورزشگاه آورده بودن، در شروع مسابقه اون رو به نمایش در آوردن که البته بیشتر شبیه پرچم تیم اینتر بود. صادقیان خطا پشت محوطه جریمه، زاویه آزاد در موقعیت مناسب برای پرسپولیس به خاطر خطای غلام نژاد. ببینیم ضربه آزاد رو چگونه خواهند زد. اینجاست که خطای غلام نژاد انجام میشه. رحمتی نیاز به یک دیوار دفاعی مستحکم داره در مقابل ضربه‌ای که تا لحظات دیگه پرسپولیسی ها میخوان بزنن. محمد نوری و رضا حقیقی دوتا بازیکنی هستن که اونجا پشت توپ قرار دارن. ببینیم چه بازیکنی ضربه رو به سمت دروازه استقلال خواهد زد. دیوار دفاعی استقلال شکل گرفته. در اون بین محمد قاضی داره دانا میپره به هوا. همه مدافعان استقلال دارن این کار رو انجام میدن. حالا وقتی ضربه رو میزنن این کار رو انجام میدن که دانا برن به هوا. حالا ضربه زده میشه و توپ در میاره. رحمتی چه ضربه ای زد محمد نوری. زیباترین صحنه بازی رو در دقیقه 64 دیدیم. میگه خودم گرفتم. محمد رحمتی ظاهرا اصلا فکرن تو به تیر خورده. برشکل ضربه قشنگی بود. حالا فشار پرسپولیس ادامه داره. بازی داره زیبا میشه. بنکر مأمور پرتاب توپ میندازه به محوطه جریمه. فرصت برای بازیکن پرسپولیس. این شوت که بلوکه میشه از عالی شاه و حالا یاران استقلال زیر توپ میزنن. توپو برمیگردونن. این ضربه سر که پایانی بر حملات پرسپولیس و تا لحظات دیگه ما میتونیم اون ضربه آزاد قشنگ محمد نوری رو ببینیم. کلا در داربی خوش شانس نیست. وقتی که در داربی قبلی گل زده بود گلش رو به اشتباه آفساید گرفتن.
اینم نمای زیبا برای دیدن این گل. پنالتیش هم گل نشد یه بار در داربی، حالا اینکه توپ خورد به تیر یا اینکه رحمتی درش آورد، از من با کف دست رحمتی روی توپ اثر گذاشت و نگذاشت توپ بزنه دروازه‌اش بیاد. خب خطای اکبرپور گرفته شد. پرسپولیس در نیمه دوم خیلی بهتر ظاهر شده، اونا دارن بازی رو به جلو رو پیاده میکنن. البته خب نیاز بیشتری به گرفتن سه امتیاز دارن و مربیشون هم مربی نیست که زیاد دوست داشته باشه که به رکوردهاش افتخار بکنه. امیر قرنویی ظاهرا دوست نداره که تیمش در داربی ببازه و به حال دفاع کردن رو شاید در دقایقی ترجیح بده. هر دو مربیان رکوردداری هست. علی دایی هم که رکورد زیاد داره تو در دوران بازیگریش، نه مربیگریش. خسرو ایدری، غلام نژاد، تیموریان، پاس لب خط. دو تا بازیکن پرسپولیس جلوتر از خسرو ایدری هستن که اونجا در پی توپه. توپ هم به سود پرسپولیس به بیرون میره. نیسان حسینی در 67مین دقیقه این مسابقه توپ رو پرتاب میکنه. ضربه سر رو آندرانی کیمولیا میزنه. نوری بلند میفرسته پشت محوطه جریمه پرسپولیس. اگر بازی مساوی بشه فاصله 4 امتیازی دو تیم پابرجا میمونه. پرتاب از میسم حسینی. ظاهرا ما در برنامه تلویزیونی بعدی قبل از داربی بعد یه مسابقه اسمسی جدید بگذاریم که آیا این داربی گل داره اصلا یا نه. زدن گل در داربی ظاهرا سخت‌تر از پیدا کردن گل در صحرای کشورمون هست. صحرایی که به هر حال گل درشون شاید پیدا بشه، اما گل در داربی خیلی سخت‌تر داره پیدا میشه. ببینیم این توپ کجا میرسه. پشت منطقه جریمه و برگشت. خطاب به نفع استقلالیا و بازم اعتراضی که به داور شکل میگیره اونجا. این بار صادقی با داور صحبت میکنه. بگزاده از معدود نفوس های بگزاده است که بازم تک و تنهاست و کاری از پیش نمیبره. صادقیان بازم فضای اون سمت رو خالی پیدا میکنه. پشت سر بگزاده خالیه در نفوس هاش. اکبرپور، خطا روی اکبرپور، خطایی که سید صالحی انجام میده. داور اوضاع رو آروم میکنه. رحمتی، تماشاگران مشتاقی که به ورزشگاه آمدند و خب مسلمان اگر بازی بازم بدون گل مساوی بشه دوباره شایعه است که پشت شایعه شنیده میشه. ضربه بلند میاد به پشت محوطه جریمه. ضربه سر رو میسم حسینی زد. عالی شاه بازی دخالت میکنه. پژمان نوری به آندرانی کیموریان. حالا استقلالی بعد مدت یک حرکت رو انجام میدن. غلام نژاد عقب‌تر، تیموریان از همونجا میرزه روی دروازه. ضربه سر، فرصت برای بازیکن استقلال و محمد نوری که اونجا به قائل خاطر نفهمیدیان که چقدر وقت طلب شده منظور شد.